ستاره جوان موسیقی ایران سوگند. سوگند نازنینم هنرمند خوبی، صدای خوبی داره. سوگند عزیزم یک شهامت عجیب غریب این دختر داره که در یک کمچین شرایطی، کمبودی که ما در این چند سال گذشته داشتیم نسبت به خواننده خانم، بتونه یه مقدار جبران کنه. ما در مارکت موسیقی هنوز اونقدر هایی که باید و شاید پیشرفت نکردیم. الان خواننده های زن زیاد شدن و خیلی هم خوشحالم بابت این داستان، ولی زمانی که من شروع کردم واقعا کم بودن. یعنی خواننده های قدیم هنوز سر جاشون بودن و سوگند داشت به عنوان یک آرتیست جدید می اومد و پاشو داشت محکم میکوبید. خب خیلی سخت بود. روی صندلی وایس نشستن به نظرم خیلی کار سختیه. من یه آرتیست دیوونه ایم و این دیوونگی میتونه خیلی به من کمک بکنه. دیوونه ای خب و آرتیست به نظرم نه خواهش میکنم نمیرفتم. صداهایی که من دوست دارم توی تیمم باشن میتونه متفاوت باشه. اون دیوونگیه و اون آرته برای من خیلی مفهومه. هیچ که از درون من خبر نده. من ته استراب هم، من خود استراب هم. بهترین قلب تو دنیا برای عاشقی دارم. واو واقعا موهای بدن من سیخ شد. خیلی خیلی قشنگ خوندی. ببین وقتی که اوجا تا شنیدم گفتم دیم تحریراش اون که واو. اصلا جدا، ولی به اون نقطه که رسید گفتم این یعنی دختریه که میدونم از همون بچگی داره میخونه، چون یه سری از تحریرا به نظرم تجربه میخواد، یعنی همینجوری تو یادش نمیگیری، فقط از تجربه میتونی اینو بخونی. من تو رو به فینال نمیخوام برسونم، من تو رو میخوام از فینال نگاه کنم. دیگه ببین که چی میخواد. چرا نیمد با من؟ منم نمیفهمم، فکر کنم یه حالت ودو یه کارایی کردن. لیلا جون جادو مادو کردن قبل از اینکه بینیم. به خدا نه این خاطره داشته از سالگی. گراند مادر هریه جون عزیزم، واقعا از صدات لذت بردم. دلیل برنگشتن من بر ایراد گرفتن از صدای شما اصلا نیست، واقعا فوق‌العاده بود. فقط اگر من قرار باشه مربی شما بشم نمیدونستم که پریا جون رو باید به کجا ببرم، برای همین گذاشتم که در دستان عزیزان باشی که بتونن بهتر در این راه بهت کمک کنن. نظر لطفتون، مرسی. هزار یک شب من پر از صدای تو بود، گریه ی هر شب من فقط برای تو بود. من پسندیدم. الان که دارم فکر میکنم میگم ازم رو بر نگردون، پشیمون چرا من بر نگشتم. ولی پیش استاد جان مطمئنم که خیلی جای امنی خواهی داشت و جای خوب. اولین بارمه که دارم میگم شما رو میدوزدم عزیزم. با امید خدا. عجب کنم چرا بر نگشتی. خیلی پشیمون شد. اصلا باورم نمیشه تو کامیان از خوراک شما. خیلی خیلی خوراک خوب بود. من یه قصر قصه ساختم روی ابرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن تا نشه شوق زلالا. جف واقعا مرسی. همش داشتم فکر میکردم وای یه چیزی این وسط گم شده. آره در صورتی که حالا نظرها میتونه متفاوت باشه، من نمیتونم بگم نظر کامیار اشتباهه، نه اونا نظر خودشو از روی چیزی که شنیده داره میگه، ولی من تحریراتو دوست داشتم.
این منحصر به فرد بودن که اون دارش واقعا. یه سوال ازت دارم واقعا جدی، شوخی نیستش. خب چون میدونم خیلی از ایشون تعریف کردی و گفتی اتفاقا تحریراشو دوست داشتم، من واقعا میخوام از طرف خودم و از طرف ایشون بپرسم واسه چی برنگشتی؟ خب کسایی که اینجا وای میستن و نظرم من اینجا وایستاده بودم واقعا، میدونی جف من دقیقا جای تو بودم و میدونم که چه حس و حالی داری، اوکی؟ و به هر حال استرس ها هست، هماهنگی هایی که توی ذهنت به همه چیز داری فکر میکنی، اینا دارم درست میخونم، این داره درست میزنه، کسی برگرده، کسی برنگرده. من گفتم من داشتم یه زمان 15 سال پیش توی دوایس آلمان اجرا میکردم، میگم صدام اینه موش شد، یا گفتم فکر کن صدای من که خیلی صدای بیسی هستش، یه ها اینجوری شد سوگن داری چی کار میکنی؟ آره دیگه هیجانه، این حجم از هیجانت رو درک میکنم. میگم من ببین من باید یه ترقهی به قول معروف برام بزنه، اون نزد جرقه خدایا بعضی وقتا با خیلی اعتماد به نفس فارس و صحبت همه خوشم کلمه جایده به خدا. من یه چیزی فقط میخواستم بگم، اون سوالی که از سوگند جون، چون میدونم که منو با یه نگاه شیطون کردن، اما یه چیزی میخوام صادقانه بگم، دیدم تعریف ازت میکردی و واقعا احساساتی شدم، منظور بد نداشتم. آره آره واقعا میخواستم بگم پس به نظر چی کم بوده؟ آره چرا برنامه بود کلیک نکرد دیگه اون ترقه. نه میخواد آره یعنی اگه اینجوری گفتم نمیخواستم چالش ترقه، نمیخواستم چالنجت کنم، منظورم که مثلا ناراحت شی، میخواستم واقعا ببینم پس چرا برنگشتی؟ چون می‌خواستم خب این دفعه رو میبخشه دیگه تکرارش. نه نه اتفاقا مشخص بود از صورتش که داره. نه واقعا میخواستم بدونم، مشخص بود که خیلی صادقانه داری این حرفو. آره واقعا خودم الان که خندم گرفتم، حرف درسته، این تفلکی مونده چی جواب بده، چون حرف درست بود. نه آخه ببینی اسم منم گفت، اتفاقا من همه چی رو دوست داشتم و اینجوری گفتم خب پس برگرد دیگه. خیلی اصلا داشتم صدای تو رو میشیدم واقعا. بابا این راک بود. نه ولی خیلی صدا داشت، صدای من غربی بودنشو میفهمم، اما من دارم راجع به صدا صحبت میکنم، اگه راجع به صوت میگه درست میگه، متو نمیتونه خوب بیان کنه، راست میگه، راست میگه، افت و خیزهاش مثل صدای تو بود. آره بچا شروع شد، بریم بشینیم. آره بریم بشینیم، بریم بشینیم. به هر حال آی لوف یو. وقت غم خوردن نداری، برای اون یه وجب خاک همه دنیا مونو دادی، ما برای بوی گندم خیلی چیزا مونو دادی، هیچکی یادمون نداده خنده همو ببینی، این فقط درد وطن نیست، شقایق ما جماعت، دردمون از خودمونه. مهسا جون اول که خیلی خوش آمد بهت میگم عزیزم، بسیار از صدات لذت بردم، من واقعا میخواستم برگردم دیگه، بیژن جون زود تلات کردم. راه خوانندگی برای هیچ زنی به نظرم آسون نیست و من به عنوان یک دختر جوانتر در عرصه موسیقی بسیار تو رو درک خواهم کرد و اگر تیم من بیای تمام سعیمو میکنم که تو رو به فینال نزدیک بکنم. خیلی متشکرم. دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم. مرسی مرسی. من یه ذره اون وسط ها دودل بودم، مخصوصا اونجایی که یادت رفت فهمیدم که چقدر استرس در صداته، ولی جنس صدات به نظرم خیلی خاص بود. یک چیزی دیدم که احساس کردم اگر با من کار بکنی لینا جون میتونیم که واقعا تیم خوبی بشیم.
خب شما ما رو به چالش کشوندین، منم شما رو به چالش میکشونم. هر کدومتون تونستین یه بیت اصفهانی به آواز سنتی بخونین، من اون رو انتخاب میکنم. او مای گاد، خوبه؟ سختی. چنان در پیدم من پای بندم. آفرین، باریکلا، باریکلا، آفرین. عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم، آرزوی جز تو در دل ندارم، عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس نداره خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در دارم واقعا براش بگم. اگر شما به تیم من بیای مطمئن اگر. باش که این راه بهشه. ای وای، یه کاری میکنی من پاشم. یه کاری ما هم میکنیم که نگم دهت، میتره کنیم، مخصوصا اون صدایی تو که داری. الان هم گفتی راک، دیگه فهمیدم که دیوونه ای. خب و بیادب، من به خاطر همین با سوگن نمیرفتم. دیوونه بودن خوبه توی آرت، توی هنر. ببین یه چیزی بهت بگم، من اگر موزیکای منو شنیدی گفتم میدونی که من عاشق کارهای تلفیقیم. خب یه کاری میکنی که از اون چیزی که خودت خیلی دوست داری و با یه تلفیق سنتی یه دوت داشته باشیم، چه قشنگتر از این؟ اگه اجازه بدید من یه خط بخونم جوابم تو چست. ای بابا تو رو خود این کار رو نکنی. خدایا ما به درگاه تو چی بود گناهان که باید یا بسار ببخشید من اصلا مجبور شدم شما رو برگردونم، اصلا خیلی خوب بود به نظر من. خوب بود، عالی بود، مرسی که برگردوندی. یه زمانی دوست داشتم. زحمت تو کشیدی. من فکر بکنم که هادی جزو کمترین آدمایی بود که من خیلی سریع برگشتم. تا خوند اصلا اول اینکه تحریراش که یه طرف، جنس صداش یه چیزی بود که گفتم وای 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 خودشه این باید بیاد توی تیم من. خیلی منحصر به فرد بود. بعدش که برگشتم بعد گفتش که من دارم توی یه گروه راک کار میکردم و الان داره سنتی میخونه، به خودم گفتم وای این فقط میتونه یه آدم دیوونه باشه که در الان همچین کار میکنه واقعا. و اصلا گفتم این اصلا مال منه، برای تیم منه، اصلا باید بیاد در تیم من. موج 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 مو
از اجرات لذت بردم. صدای فوق‌العاده گرم و پخته‌ای داری. واقعا خیلی خیلی خوشحال میشم اگه به تیم من بیای و میتونم از تجربیاتی که تا به امروز در عرصه موسیقی داشتم در نسل جدید بتونم بهت کمک بکنم. مطمئنم که خوب خواهم بود برای پیشرفت تو. اگر قابل منم دونستی پوریا جان. خواهش میکنم برای منم همینطور. به هر حال که بی‌نقص بودی و این بی‌نقص بودنت واقعا منو خیلی جذب کرد. سوگند هادی رو به گروه خودش برد. این که بخش اول این قسمت از آزمون بود. حالا داری و من نمیدونی میخوام چی کار بکنم توی قسمت‌های بعدی. اصلا فقط میخوام دیگه نگاه بکنی تا سورپرایز بشی.